سرخط تازه ترین خبرهای امروز. حمله طالبان بر ولسوالی مالستان غزنی، تلفات سنگین طالبان و کشته شدن دو غیر نظامی. ترامپ بایدن را به خروج غیر مسئولانه از افغانستان متهم کرد. و همچنان در پایان، جنرال خیر محمد تیمور از چهره های نزدیک به مارشال دوستم به حیث فرمانده پلیس تخار تعیین شده است. به نام خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال ونس مرد خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. حمله طالبان بر ولسوالی مالستان غزنی، تلفات سنگین طالبان و کشته شدن دو غیر نظامی. 8 صبح کابل. جنگجویان گروه طالبان نو وقت روز گذشته شنبه 19 سرطان از سه جناب بر مالستان ولسوالی امن ولایت غزنی حمله کردند. این حملات به صورت همزمان از سمت ولسوالی خاص ارزگان و ولسوالی ارجستان غزنی آغاز شد. مقام های محلی در ولسوالی مالستان میگویند که در حال حاضر درگیری ها در برخی نقاط این ولسوالی بین جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی جریان دارد. امیر محمد جاوید ولسوال مالستان بر روزنامه 8 صبح گفت که طالبان دو غیر نظامی از جمله یک زن را بر رگبار بستند. او از جانب دیگر گفت که در نتیجه ضد حمله نیروهای امنیتی 40 عضو گروه طالبان کشته شدند. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. جاوید افزود که نیروهای امنیتی با روحیه قوی در برابر گروه طالبان می جنگند و به زودی حملات طالبان دفع خواهد شد. منطقه شیرداغ و کوتل خارزار در مرز با ولسوالی ارزگان، خاص ولایت ارزگان و منطقه مکنک در مرز با ولسوالی ارجستان از ساحاتی است که مورد حملات تهاجمی طالبان قرار گرفته است. مالستان، ناهور و جاغوری ولایت غزنی که از ولسوالی های امنی این ولایت به شمار می روند تنها ولسوالی های است که در کنترل کامل دولت قرار دارد. گروه طالبان در این اواخر حملاتش بر ولسوالی های ناهور و جاغوری را نیز آغاز کردند. وضعیت در شهر غزنی نیز نگران کننده است. از چندین روز به این سو جنگ در شهر غزنی وارد ساحات مسکونی شده است. همچنان این در حالی است که به نقل صفحه بشیر احمد قاسانی، جنرال خیر محمد تیمور از چهره های نزدیک با مارشال عبدالرشید دوستم به حیث فرمانده پلیس تخار تعیین شده است. این در حالی است که هیچ ولسوالی این ولایت در اداره دولت نیست. دیشب نیروهای امنیتی کلانترین حمله طالبان را بر شهر طالقان دفع کرده اند. همچنان این در حال است که ترامپ بایدن را به خروج غیر مسئولانه از افغانستان متهم کرد. رئیس جمهور پیشین آمریکا رهبر کنونی کاخ سفید را بروی کرده غیر مسئولانه در زمینه خروج نیروها از افغانستان متهم کرد. به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در نشست در جمع هواداران خود در دالاس تگزاس گفت پس از روی کار آمدن رئیس جمهور بایدن، سربازان آمریکایی میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات را در افغانستان بر جای گذاشتند که احتمال افتادن این سلاح ها به دست گروه طالبان جنبش ممنوع در روسیه موجود است. دونالد ترامپ اظهار داشت او بایدن به ارزش میلیاردها دلار تجهیزات و مهمات را در افغانستان به جای میگذارد. من به جنرال ها گفتم که میخواهد همه سلاح ها، تانک ها، مهمات و حتی یک میخ را نیز به کشور برگردانم، اما در عوض
حالا طالبان با سلاح‌های ما که جو بایدن آنها را بر جای گذاشته رژه می روند شرم‌آور است. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا بعد از مذاکرات با طالبان مهمه امسال را ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی اعلام کرده بود، اما این زمان بعد از پیروزی جو بایدن به تعویق افتاد. بایدن اوایل سال جاری تاریخ 11 سپتامبر را ضرب العجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام کرد. او پس از اعلام این ضرب العجل در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت که یک سال دیگر جنگ در افغانستان راه حل ماجرا نیست، تنها نقصه برای ادامه بی‌نهایت جنگ است. او یک بار دیگر به همکاری دوامدار واشنگتن با مردم و حکومت افغانستان و نیروهای افغان تاکید کرد و گفت در حالی که ما در ماموریت نظامی افغانستان شامل نمی مانیم، کار دیپلماتیک و بشر دوستانه را ادامه می دهیم. ما به حمایت خود از حکومت افغانستان ادامه می دهیم. ما به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک فراهم می کنیم. در همین حال نگرانی آمریکا از شدت گرفتن حملات طالبان در افغانستان. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. ما برای شما آخرین و جدیدترین اخبار روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای ما لذت ببرید. منتظر نظریات و انتقادات سالم شما هستیم. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.